این قسمت سوم از ویژه برنامه آینده ایران هست و ما قراره توی این قسمت در باب معنای انقلاب با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه بنامه جان هست، با شما هستم. خب دوستان، توی این قسمت خاص قرار هست که ما بیشتر نزدیک به معنای انقلاب بشیم، بیشتر در باب انقلاب صحبت بکنیم، در باب خود انقلاب. توی قسمت گذشته ما سعی کردیم که در نهایت برسیم به این انقلاب، یعنی قرار بود که ما توی این قسمت‌هایی که صحبت کردیم در این دو قسمت گذشته یه تصویری دادیم از مشکلاتی که در ایران هست. خب قاعدتاً ایران پر از مشکلات عدیده هست. ما در باب مصادیق صحبت نکردیم، اما در باب معانی که تحت عنوان این مشکلات می‌شناسیم صحبت کردیم، از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و الی آخر. و حالا با تصویری که در اون قسمت ابتدایی دادیم رسیدیم به این که خب راه حل ما برای مقابله با این مشکلات چه به صورت جزئی و چه به صورت کلی در نهایت یا اصلاحات است و یا انقلاب. و با توجه به تفاسیری که مطرح شد ما به یک معنای مشخص و انقلاب رسیدیم. حالا قرار هست که در این قسمت در باب خود انقلاب صحبت بکنیم، بیشتر و بیشتر در باب این مفهوم کلی صحبت بکنیم تا بیشتر وارد این وادی مشخص بشیم، انقلابی که باید اتفاق بیفته در ایران ما، انقلابی که اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما صحبت کردیم و گفتیم ما جمهوری اسلامی رو میشناسیم که در 40 خورده سال پیش به قدرت رسید، قدرت سیاسی این کشور رو در اختیار گرفت. فرا این که چگونه این کار رو کرد، چگونه این قدرت رو گرفت که من خودم در یک ویژه برنامه تحت عنوان ایران 100 ساله دربارش صحبت کردم، در پادکست بنامه جان در اختیار شماست، میتونید به اون هم مراجعه بکنید. اما فرا این که او چگونه این کار رو کرد و چگونه این قدرت رو گرفت، قدرت در اختیار او بود. با نگاه به این حکومتی که یک حکومت قشری و قومی بود، یعنی یک نگاه قبیله‌ای داشت، یک نگاهی به یک بخشی از جامعه، امروز هم این حکومت باز هم به همون سمت و سو سوق داره، امروز هم بزرگترین کارها رو انجام میده، خبتها رو انجام میده تا اون قشر وفادار به خود رو از دست نده. یعنی شما با حکومتی روبرو هستید که یک بخشی رو برای خودش داره، یک قومی رو برای خودش، یک قبیله رو برای خودش پدید آورده. برای اینکه این قبیله به او باورمند بمونند، به نگاه او باورمند بمونند، حاضر هر کاری بکنه، هر کسی رو بکشه، هر رفتاری انجام بده، بدترین و وحشیانه ترین رفتارها رو هم شکل بده. فرای اینکه تمام این کشتارها، وحشیگریها، این رفتارهای دهشتناک برگرفته از یک باور مشخص و اون نگاه اسلامی است، اما فرای اون حتی شاید حاضر باشه کارهای فراتر از اون نگاه هم بکنه، چرا که این قشر باورمنده به خودش رو، این قبیله خودش رو نگه داره، اینها رو به خودش باورمند و به نوعی همراه خودش نگه داره. و شما اگر از همون دیرباز به جمهوری اسلامی، زمانی که قدرت رو گرفت، نگاه میکردید، میتونستید به سادگی به این موضوع برسید که این قبیله مشخص از مردم ایران نماینده تمام مردم ایران نیستن. شاید مردم به واسطه تهییج احساساتشون، به واسطه رفتارهایی که در گذشته وجود داشت، شرایطی که در گذشته وجود داشت، کینه‌ای که از گذشته داشتند، وفادار به او بمونند، به این نگاه بمونند، شاید این نگاه را قبول بکنند، اما قاعدتاً همه و همه در این راستا قدم بر نمی‌دارند. قاعدتاً با پیشرفت، با جلوتر رفتن، با دیدن و دانش بیشتر گرفتن، با دیدن بیشتر جهان پیرامون خودشون، با نزدیک شدن به معانی بیشتر، قاعدتاً روزی از این خواب بیدار میشن. حالا نگاه میکنن که این قبیله حاکم بر اونها نماینده همه اونها نیست، نماینده باورهای اونها، فکرهای اونها، آینده اونها، آرزوهای اونها نیست. حالا کم کم قرار هست که از اون بدنه خود از دست بده.
یعنی وقتی شما نگاه میکردید به جمهوری اسلامی از اون نقطه ابتدایی میدیدید که یک قطاری شکل گرفته برای از میان بردن جمهوری اسلامی، از همون نقطه صفر، از همون نقطه صفری که جمهوری اسلامی کلید خورد، شکل گرفت، به وجود اومد. حالا یه قطاری تشکیل شد که نخواد این جمهوری اسلامی باشه، وجود داشته باشه، با تمامیت او، با اصل او، با وجودیت او در تضاد بود، برای نابودی او حرکت میکرد. و طی مرور زمان مردمی که متکثر بودن، متفاوت بودن، نگاه های متفاوت داشتن، حالا با این دیدن تصاویر جمهوری اسلامی، با دیدن اینکه هیچ کدوم از آرزوهای اونها در این سپهر سیاسی جایی نداره، در قوانین نقشی نداره، در اقتصاد نقشی نداره، فلان نگاه اقتصادی من که بهش باورمند هستم و تفکری داشتم که شاید جمهوری اسلامی بتونه اون رو نمایندگی بکنه، حالا دیگه جایی نداره. حالا قرار هست که اونها مبدل به یک حکومت کپیتالیستی بشن. به عنوان مثال، مثالهایی رو دارم دربارش صحبت میکنم که شاید جنبه واقعی یا حقیقی داشته باشه و نداشته باشه، برای بهتر فهم شدن به نوعی موضوع هست. حالا فلان طایفه‌ای که در دل این کشور زندگی میکردن و فلان نگاه مشخص رو داشتن، میدیدن که در صحنی که به اون باور دارن و به نوعی در انتظار این تغییرات هستن، تغییراتی شکل نمیگیره. حالا از این بدنه جدا میشدن. حالا رفتارهای وحشیانه جمهوری اسلامی، کشتارها، قتلها، جنایات، دست به دست همی داد تا مردمی از اینها روگردون بشن. حالا ناکارآمدیهای این حکومت در راستاهای مختلف، در زمینهای اقتصادی، شما مواجه میشدید با این فقر بزرگ و عظیمی که هر روز هم بیشتر و بیشتر میشه، با تورمی که بیشتر و بیشتر میشه، با ناکارآمدیهایی که بیشتر و بیشتر دیده میشه، با فساد سرشاری که بیشتر و بیشتر دیده میشه. حالا هی جماعتی هستن که از این بدنه جمهوری اسلامی کنده میشن و بیشتر و بیشتر به اون قطار اضافه میشن. قبیله جمهوری اسلامی کوچک و کوچکتر میشه و حالا جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تا قبیله خودش رو نگه داره، تا این قبیله‌ای که تحت عنوان حاکمان قرار گرفتن باورمند به اون نظام حاکم باشند. اونها رو نباید از دست بده، اونهایی که ضامن وجود داشتن او هستن. حالا جمهوری اسلامی میدونه که یک جماعتی هستن که شاید بی تفاوتن، شاید کاری نمی کنن، اما به دلیل اون قدرتیست که او در اختیار داره، به دلیل رفتارهای وحشتناکیست که او انجام بده، حالا نباید این قدرت رو از دست بده، نباید این رفتارهای وحشتناک رو از دست بده. حالا با اتکا به همین نیروی قبیلهی خودش دوباره پیش ببره. تنها نقطه اتکایی که باعث میشه باقی بمونه همین قبیلهیست که برای خودش ساخت. با یک نگاه اجمالی به تمام این تصاویر میشد به یک نتیجه ساده رسید: این حکومت تشکیل شده، این نظام ساخته شده که تنها و تنها نمایندگی یک قشر کوچکی از مردم ایران رو داره، تحت عنوان مسلمانان شیعه باورمند به ولایت فقیه، یعنی همین تعریف، همین کلمات در کنار هم، داره به شما نوید چی رو میده؟ یعنی یک مسلمان نمیتونه با اینها هم داستان باشه، یک مسلمان شیعی نمیتونه با اینها هم داستان باشه، باید مسلمان شیعی باشه که باورمند به ولایت فقیه هست. یعنی یک مسلمان شیعی میتونه وجود داشته باشه که باورمند به ولایت فقیه نیست، پس جمهوری اسلامی رو قبول نمیکنه، پس با جمهوری اسلامی نزدیکی نداره. حالا در انتظار این هستش که یک رفتاری از او ببینه، رفتاری که به عنوان مثال ناکارآمدی در موضوعات اقتصادی، حالا میبینه او از این بدنه کنده میشه. حالا فلان رفتار وحشیانش رو میبینه که از نظر او منافات داره حتی با دین اسلام، به سادگی از این بدنه کنده میشه. و هر کس به این سپهر نگاه میکرد، به این شرایط، به این نظام حاکم بر جمهوری اسلامی و این تفکر نگاه میکرد، میتونست بفهمه که این جمهوری اسلامی محکوم به یک انقلاب و نابودیست، چرا که نمیتونه اداره بکنه این تفکرات مختلف رو، نمیتونه جایی بده تا یک انسانی که فکر متفاوت و متمایزی داره حالا به میدان بیاد، حالا قوانین رو تغییر بده، حالا یک شرایط تازه‌ای رو بسازه. پس قاعدتا نگاه کردن به بدنه جمهوری اسلامی، به نگاه جمهوری اسلامی، به معنای جمهوری اسلامی، از همون ابتدا ما رو به یک سمت می برد که این جمهوری اسلامی محکوم به یک انقلاب است. اما فرای اون، رفتارهایی که در طول این سالها هم کرده باعث شده که بدنه اجتماعی خودش رو از دست بده، به بدنه انقلابیون اضافه بکنه و مدام هم در حال این
تغییر هستیم، یعنی کفه ترازو بدنه اجتماعی جمهوری اسلامی در حال کم رنگ شدن و بدنه انقلابی در حال پر رنگ شدن است. ما در باب اعداد و ارقام صحبت نمی کنیم، نمی دونیم، چون وجود نداره، چون جایی و بستری رو فراهم نکردن چه خود جمهوری اسلامی و چه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، فرقی هم نمی کنه، هر دو سمت اصلا طالب این نیستن که شما اعداد و ارقام رو بدونید. یعنی بدونید که ایران متشکل از چند درصد طرفداران جمهوری اسلامی هستن، چند درصد انقلابیون هستن و چند درصد قشر خاکستری. هر سمتی داره اغراق شده در باب خودش میگه. یعنی شما مواجه میشید جمهوری اسلامی باش صحبت میکنیم که 80 درصد من طرفدار منم، عاشق منم و دست به دعا هستن که آقا زنده بمونه و ما این حکومت بزرگ رو برسونیم دست حضرت موعود و مهدی بیاد و ما کلید رو بدیم دستش. این تفکریه که اونها بیان میکنن، دور از واقعیت و در یک توهمات کامل. نقطه مقابلش هم همین شکلی است. با اونها هم صحبت بکنید 90 درصد ضد جمهوری اسلامی، 90 درصد در پی انقلاب است. یعنی واقعیتی نیست که شما باهاش روبرو باشید. نمیتونید واقعیت رو تشخیص بدید. چند درصد از این مردم ضد جمهوری اسلامی هستن؟ چند درصد از این مردم بر علیه جمهوری اسلامی هستن و حاضرن به میدان میان؟ چند درصد قشر خاکستری‌اند؟ بی‌تفاوتن؟ چه عواملی باعث شده اینها مبدل به قشر خاکستری بشن؟ چه عواملی اینها رو به این سمت و سو، یعنی شما وقتی در باب قشر خاکستری صحبت میکنید با یک تلنگر شاید جماعتی به این سمت و شاید جماعتی به اون سمت کشیده بشن، شاید یک رفتار انقلابیون باعث بشه که اینها برن در به نوعی مقر جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یک رفتار از جمهوری اسلامی باعث بشه که اونها بیان به سمت انقلابیون. چه درصدی از جامعه ایران این قشر خاکستری است؟ آمار و ارقامی وجود نداره، اغراق شده. هر دو سو سعی میکنن اعداد رو در باب خودشون و در مسیر خودشون بگن. یک نگاه کلی و اجمالی واقعا به ما میرسونه که قشر غالب در ایران قاعدتا قشر خاکستری است، یعنی بلا شک، یعنی ایران یک درصد خیلی بالای قشر خاکستری داره که نه طرفدار جمهوری اسلامی و نه بر ضد جمهوری اسلامی هستن. قشر غالب ایران، اکثریت ایران قاعدتا قشر خاکستری هستن. یعنی نگاه از دور میتونه ما رو به این برسونه، نه اینکه یک نگاه علمی و آماری است که ما عدد داریم میدونیم که اینها واقعا این گونه هستن، نه، یک نگاه از دور به شرایط ایران در طول تمام این سالیان به ما این موضوع رو مطرح میکنه. گاهن این جماعت قشر خاکستری در کلام هم ضد جمهوری اسلامی هستن، ساعتها در باب جمهوری اسلامی و بدیهاش و مشکلات و همه اینها هم صحبت میکنن، اما پای میدان نیستن، به میدان نمیان، وارد این درگیری نمیشن، برای از بین بردنش تلاش نمیکنن و باز هم معنای قشر خاکستری رو میگیرن. این تفاوتی نمیکنه. ما در باب دو نیروی در برابر هم صحبت میکنیم، دو نیروی قرار هست در نهایت تصادمی داشته باشن، با هم برخورد بکنن. این دو نیرو تا زمانی که به میدان نیان که ارزش ندارن، که جز ارتش به حساب نمیان که. یعنی شما تصور بکنید دو کشوری در حال جنگ با هم هستن، خب قشری که وارد این میدان نمیشن که جز این اعداد و ارقام به حساب نمیان. پس اون قشر خاکستری که صحبت بکنه ضد جمهوری اسلامی باشه، نمیدونم در فضای مجازی فعالیت بکنه، خیلی هم صحبت‌های تند و تیز بزنه بدون اینکه هویت خودش رو آشکار بکنه، اون نیرویی نیستش بر علیه جمهوری اسلامی و نیروی به حساب نمیاد و میره در همون رسته به نوعی قشر خاکستری قرار میگیره. حالا اینکه چگونه میشه این قشر خاکستری رو بیدار کرد؟ چگونه این قشر خاکستری سر در لاک بردن؟ چرا همون آدمی که صحبت میکنه به میدان نمیاد؟ موضوعات مهمی است که باید دربارش صحبت بشه. اما در مجموع از اون معنای کلی دور نشیم. با توجه به این پیشگفتار طولانی که دربارش صحبت کردیم، بریم سراغ مبحث اصلی و در باب این انقلاب صحبت بکنیم. این که ما رسیدیم به این که خب جمهوری اسلامی در نهایت محکوم به انقلاب هست و باید انقلابی هم شکل بگیره، تنها راه حل مقابله با جمهوری اسلامی هم قاعدتا همین انقلاب است. اما با توجه به این موضوع مشخصی که ما دربارش میدونیم، حالا خود انقلاب چیست؟ حالا ما وقتی نزدیک به معنای انقلاب میشیم، داریم در باب یک دگرگونی صحبت میکنیم، در باب این موضوع مشخص صحبت میکنیم که قرار هست ارزش ها تغییر بکنه. ما ارزش های شناخته شده ای رو داشتیم در نظام جمهوری اسلامی، در بین مردمی که آموزش دیدن از جمهوری اسلامی، فرهنگی به اونها خورانده شده، ارزش هایی برای اونها ساخته شده، اونها به این ارزش ها پایبند هستن و به واسطه همین ارزش ها هست که زندگی میکنن. نظام سیاسی حاکم بر اونها به واسطه همین ارزش ها شکل گرفته. انقلابی که کردن به واسطه همین ارزش ها.
یعنی موضوعات مختلفی که به عنوان مثال در دودمان پهلوی مورد نقد مردم بوده، همین ارزش ها بوده. گاهن شما روبرو میشید ارزش هایی رو که زیر پا میذاشته اون دودمان تحت حاکمیت مثلا محمد رضا شاه، حالا مردم نسبت به اون واکنش در نهایت خواستن اون ارزش هایی که پایمال شده رو دوباره پررنگ بکنن، ضد ارزش ها رو از بین ببرن. و ما وقتی نزدیک به معنای مشخص انقلاب میشیم، فقط و فقط همین موضوع ارزش هاست، تغییر ارزش ها. شما باورمند به عنوان مثال شما اعدام کردن رو ارزش میدونید، حالا اگر قرار باشه انقلابی شکل بگیره، قرار هست اعدام کردن یک ضد ارزش باشه، قتل باشه، جنایت باشه، قرار هست این مبدل به ضد ارزش باشه و ارزش تازه ساخته شده اعدام نکردن باشه. در باب تمام موضوعات هم به همین شکل است. یعنی معنای انقلاب به مفهوم تغییر ارزش ها هست، دگرگونی ارزش ها هست، ارزش های تازه رو ساختن هست، ضد ارزش ها رو باز تعریف کردن هست. به نوع این دگرگونی کامل تمامی ارزش های گذشته و یا بخشی از اونها، بخش مهم و عمده، یعنی اصول اصلی که ما میشناسیم، این ارزش ها تغییر بکنن، مبدل به ضد ارزش بشن و شما ارزش های تازه رو جایگزین اونها بکنید. این به مفهوم اون انقلاب هست. حالا ما با یک نظامی سر و کار داریم که از اصول باهاش مشکل داریم. برای تغییرش باید این اصول رو تغییر بدیم، باید این ارزش ها رو تغییر بدیم. اگر قوانینی بر علیه زنان وجود داره در این کشور حاکم هست، ما تحت عنوان مشکلات قانونی میشناختیمشون، دربارشون صحبت کردیم، اینها ارزش رو تصویر کردن، ارزش مشخصی که مردان با ارزش تر از زنان هستن. حالا باید این ارزش تغییر بکنه، این ارزش دگرگون بشه، حالا ارزش مطرح شده برابری زنان و مردان باشه. حالا به واسطه این ارزش مطرح شده برابری زنان و مردان، حالا گام برمی‌دارن مردمی که باورمنده به این ارزش هستن در جای جای جهان، در جای جای زندگیشون، در قوانینشون، در زندگی عادی، زندگی اجتماعیشون، در هر جایی اگر نقطه‌ای رو ببینن که در برابر این ارزش اونها باشه، از بین میبرنش، تغییرش. این به مفهوم اون انقلاب هست. یعنی قرار هست این ارزش ها تغییر بکنه. تا زمانی که این ارزش ها تغییر نکنه، ما اصلا نزدیک به مفهوم انقلاب نمیشیم. به همه انقلاب های جهان نگاه بکنید، تغییر ارزش ها هست. ایمانی است که ارزش های تازه‌ای رو پدید آورده. حالا من نزدیک نشدم فعلا به مسئله ایمان که قاعدتا باید دربارش صحبت بشه، مهمترین موضوع در هر انقلابی قاعدتا ایمان هست، اما تعریف مشخص از همین ایمان هم همین هست. ایمان تازه ارزش تازه رو تصویر میکنه، آرزوی تازه، آینده تازه، چارچوب اخلاقی تازه رو تعریف میکنه. و این تعریف تازه از ارزش ها، چارچوب های اخلاقی، ضد ارزش های تصویر شده است که ما رو در نهایت به یک انقلاب میرسونه. قاعدتا تعریف ما مشخصا همین تغییر ارزش هاست در باب انقلاب. اما این تغییر ارزش ها قاعدتا باید به صورت فردی اتفاق بیفته. یعنی شما وقتی دارید در باب یک انقلاب بزرگ در یک کشور صحبت میکنید، ما مستلزم این هستیم که جماعتی وجود داشته باشند که ارزش های تازه ای رو ساخته باشند و به اون معترف باشند، حالا بخوان برای تغییر این ارزش ها به صورت اجتماعی فعالیت بکنن. پس نقطه ابتدایی و شروعی تغییر این ارزش ها در زندگی فردی ماست. حالا دیروزی که یک انسان باورمند به ارزشمندتر بودن مردان بوده، حالا امروز باور داره که زن و مرد با هم برابر است. این ارزش درونش تغییر پیدا کرده، حالا فعالیت میکنه برای اینکه این ارزش خودش رو به جنبه عمومی خودش برسونه، در جنبه عمومی و در زیست اجتماعیش هم شکل داشته باشه، در سپهر قانونی هم نقش داشته باشه. حالا قرار نیست که در قانون مدنی کشورش تا این حد حقوق زنان پایمال بشه، تا این حد زنان بی ارزش خطاب بشن. حالا قرار هست که این ارزشی که درون او تغییر کرده جنبه عمومی پیدا بکنه، در قوانین هم شکل و بوی خودش رو بگیره، رنگ خودش رو بگیره، یک شکل تازه‌ای بده از برابری ها در قانون اساسی، در قانون جزایی، در زندگی اجتماعی، در سپهر سیاسی، در شکل سیاسی خودش. حالا قرار هست این باورمند بودن به این ارزش او رو در نهایت به یک جایگاهی برسه که بگه تفاوتی نیست که قرار باشه یک رئیس جمهور زن باشه یا مرد باشه، من به این برابری باور دارم، در نگاه سیاسیش هم پس باور دارم. پس حالا این نظام سیاسی نمیتونه این خواسته من رو به پیش ببره.
اما نقطه ابتدایی همون تغییر ارزش‌ها در فردیت ماست دیگه. یعنی ما باید مواجه بشیم با فردهای متفاوتی در کشورمون که این انسان‌ها تغییر کردن، این ارزش‌ها رو در خودشون تغییر دادن. حالا این ارزش‌ها یک به یک تغییر پیدا می‌کنه، اینها گسترش پیدا می‌کنه، هر کس به دیگری انتقالش میده و حالا تبدیل میشه به یک ارزش اجتماعی جمعی. اما نقطه شروعش باز هم نقطه مهم، اون تغییر ارزش‌های فردی است. فرد شروع کننده است، در نهایت این رو به یک شکل اجتماعی خودش می‌رسونه. و ما باید شاهد این تغییرات ارزش‌ها در فردیت انسان‌ها باشیم. در کشوری که زندگی می‌کنیم، در بین مردم، ما باید ببینیم که این ارزش‌ها داره تغییر می‌کنه. تا دیروز انسان‌ها خودشون رو برتر از دیگر جانداران می‌دونستن، دیگر جانداران رو حقوقشون رو پایمال می‌کردن، بهشون هیچ ارزش و احترامی نمی‌گذاشتن، برای آزادیشون، برای جانشون، برای زندگیشون. حالا ارزش تازه‌ای سر به میان آورده که داره در باب این برابری جان‌ها صحبت، در باب احترام به دیگر جان‌ها صحبت، در باب آزار نرسوندن به دیگر جان‌ها صحبت. حالا این فردی که این تغییر رو کرده، این تغییر رو به دیگران هم منتقل میکنه. حالا هر چقدر این جماعت بیشتر و قدرتمندتر و بزرگتر بشن، انقلاب سیاسی هم اتفاق خواهد افتاد. ارزش‌ها یک به یک در حال تغییر کردن هستن. حالا شما مواجه میشید کسی که ارزش رو تغییر داده. در باب هر موضوعی مصادیق و مثال‌ها بیشمار هست. در باب زنان، در باب حقوق، در باب قوانین، در باب قوانین جزایی، نگاه به اعدام، نگاه به موضوعات مشخص، نگاه اقتصادی و الی آخر. اما این تغییر ارزش‌ها باید درون انسان‌ها شکل بگیره. یعنی شما تصور بکنید ما در باب این فرهنگ خدا در ویژه برنامه خدا صحبت کردیم. گفتیم ما تحت عنوان فرمانبرداری و این انفعال فرهنگی از سوی خدا داریم. حالا اگر این ارزش فرمانبرداری تغییر بکنه، یعنی شما تصویر بکنید که یک خدای مشخصی که تحت عنوان اسلام شیعی اثناعشری در جمهوری اسلامی قدرتمند است و فرهنگ اصلی رو هم داره در بین مردم میسازه، مردم رو فرمان میده به فرمانبرداری، مردم رو آزموده میکنه برای اینی که منفعل باشن، سکوت داشته باشن. حالا اگر این ارزش تغییر بکنه، حالا اگر انسان ها به سمت یاغیگری برسن، به سمت مدد رساندن به دیگران برسن، به سمت احقاق حقوق خود و دیگران برسن، حالا چه تصویری روبرو هستیم؟ حالا اگر فلان کس داره حق دیگران رو میخوره، اگر شما در برابر او سکوت بکنید، ضد ارزشی رو انجام دادید، حالا توسط جامعتون طرد میشید. اما اگر در برابر او طغیان بکنید، یاغی باشید، بیسید، حق خودتون رو پس بگیرید، حق دیگران رو پس بگیرید، مورد تشویق سایرین هم قرار میگیرید. حالا این ارزش جمعی است که ساخته شده، از فردیت آغاز شده، به جمعیت هم رسیده، در نهایت جمع انسانی مثلا در ایران ما به این نتیجه رسیده که ارزش درست و اصولی یاغیگری هست، طغیانگری هست، پرسشگری هست، ایستادگی هست، مقاومت هست. دیگه قرار نیست اون فرهنگ بیمار خداوندی، اون فرهنگ تسلیم اسلامی، اینکه شما تسلیم باشید، سر سکوت داشته باشید، مقاومت نکنید، ایستادگی نکنید، فرمانبردار باشید، قرار نیست حاکم باشه. ارزش تغییر کرده، حالا پا به عرصه عمومی هم میذاره. اما نقطه شروع باز هم همون فردیت است. قاعدتا این نگاه فردی در نهایت به نگاه اجتماعی خودش هم خواهد رسید. حالا وقتی ما وارد این عرصه اجتماعی میشیم، حالا وقتی این انقلاب رو درون انسان ها دیدیم، حالا روبرو میشن با حکومت وقت. حالا حکومت وقتی است که تمام ارزش های اونها رو داره زیر سوال میبره. حالا جماعتی هستن که به فرمانبرداری باور ندارن، اما در نوک هرم سیاسی رهبری وجود داره که فرمان ازلی و ابدی میده، رهبری وجود داره که جا پای خدا گذاشته. این جماعت ارزش خودش رو تغییر داده، به ارزش‌های اسلامی باور نداره، ارزش تازه‌ای رو بنا کرده، به ارزشی تحت عنوان معنای خدا باور نداره و خودش رو پست و حقیر در برابر اون خدا نمیدونه، فرمانبردار نمیدونه، او یاغی است، او سرکش است، او در برابر این موضوعات ایستادگی میکنه، مقاومت میکنه، میجنگه، منفعل نیست. حالا با توجه به این موضوع، در برابرش، در سپهر سیاسی که بر او حاکم هست، یک قدرت بلاعظم داره به اسم رهبر، حالا در برابر او نیسته. حالا ارزشی در بین این جمع شکل گرفته تحت عنوان اینکه اعدام کاری وحشیانه است، اعدام در ملأ عام خشونت، جنایت بر علیه جان هاست، ترویج دهنده وحشیگری و وحشی خویی است، مشکلات عدیده روانی رو حتی به وجود میاره،
ضربه میزنه، از جنایت کم نمیکنه، حتی جنایت رو تشدید میکنه. هیچ وقت بازدارنده نبوده. حالا او باور داره که اعدام کردن زشتی و بدی است. حالا این تنی که این ارزش تازه رو ساخته، حکومتی در برابر داره که به واسطه قوانین منزجر کننده اسلامی داره اعدام میکنه، داره شلاق میزنه، داره میکشه، داره وحشیانه ترین رفتارها رو انجام میده. پاسخگوی باورهای او این حکومت نیست. این حکومت نمیتونه جوابگوی باورهای او، اعتقادات او، دنیای او، آینده او، آرزوهای او، چارچوب اخلاقی او باشه. حالا راه چاره ای نداره بجز انقلاب. حالا باید این ساختار تغییر بکنه. انقلاب درونی که شکل گرفته، انسانهایی که ارزشهای تازه‌ای رو تعریف کردند، انسانی تعریف کرده که زن و مرد برابر هستند، در کنار هم هستن. حالا با ساختاری روبرو هست که درون اون زنان حق ندارن رئیس جمهور بشن، زنان حق ندارن که نمیدونم ارث برابری ببرند. عناوین بیشماری که همه حتما میدونید، یه تکرار کردنش دوباره وقت تلف کردنه. حالا وقتی یک انسانی که به این برابری باور داره میبینه که ساختار ساخته شده قانونی، سیاسی و الی آخر بر علیه باورهای او هست، در برابرش باید طغیان بکنه و این نظام رو عوض بکنه، چرا که پاسخگوی باورهای او نیست. اما اینها همه مستلزم این هستش که این انقلاب و این تغییر ارزش‌ها درونی بین مردم شکل بگیره، تبدیل به یک جماعت بزرگی بشه، تبدیل به یک جمعیت میلیونی در ایران بشه. یعنی شما شاهد باشید که جماعتی در ایران هستند که به این موضوعات و به این ارزش‌ها پایبند هستند، به یاغیگری، به طغیانگری، به ضدیت با اعدام، خشونت، کشتار، وحشیگری و وحشی‌خویی، به برابری حقوق زنان با مردان، فراتر از اون، بالاتر از اون، به برابری جانها و یا عناوینی حالا از این دست. حالا ما در باب مصادیق صحبت نمی کنیم، یعنی موضوعی نیستش که من در باب باورهای خودم صحبت بکنم. هر باوری قرار هست تبدیل به ارزش‌های تازه بشه، هر باور و هر ایمان، هر نگاهی قرار هست تبدیل به ارزش متفاوت انسان‌ها بشه. حالا در برابر ارزش‌هایی که حکومت ساخته سفارایی می‌کنه، ارزش هایی که اونها بهش باور دارن هیچ سنخیتی، هیچ نزدیکی با حکومت نداره. حکومت از ساختارش، از تمامی ابعاد در برابر ارزش های اونها هست. حالا این جماعت میلیونی که به واسطه این تغییر ارزش ها و این انقلاب درونی شکل گرفتن، به کنار هم رسیدن، به واسطه اینکه با هم در میون گذاشتن، بزرگ و بزرگتر شدن، یک جامعه بزرگی رو به وجود آوردن، حالا با توجه به اینکه هیچ کدوم از امیالشون، باورهاشون، چارچوب اخلاقیشون، قوانین مورد نیازشون، آینده و آرزوهاشون رو در اون حکومت نمیبینن، قاعدتا انقلاب خواهند کرد، قاعدتا قدرت خواهند داشت برای انقلاب کردن. قاعدتا ما یک المانهای مشخصی رو هم در این انقلاب داریم. المان مشخص و قابل لمس و درکی که تحت عنوان ایمان شناخته میشه، من در قسمت‌های آتی حتما در باب ایمان مفصل صحبت میکنم، چون موضوع اصلی و مهمی است. در قسمت‌های مختلف به نام جان هم صحبت کردم، در کتاب‌هام هم وجود داره، موضوع مهم و بنیادینی تحت عنوان ایمان، ایمانی که راه چاره مردم هست برای پیشرفت، برای دگرگونی، برای انقلاب، یکی از المان‌های اصلی همون تغییر ارزش‌ها به واسطه یک ایمان هست. حالا این ایمان اگر جنبه جمعی بگیره است که ما به انقلاب می‌رسیم. پس وقتی ما در باب انقلاب صحبت می‌کنیم و تغییر ارزش‌ها، المان مستحکم و قدرتمندش همون ایمان هست. ایمان هست که در نهایت ما رو به این تغییرها می‌رسونه. فرای اون موضوعات مختلف دیگری هست، مثل وجود احزاب که بازوی بشن، قدرتی بشن برای بسیجگری. وجود این احزاب یکی از اون اتفاقات است. اتحاد بین گروه ها و احزاب و اشکال مختلف مردم، این تفکرهای متفاوت و این تکثری که ما دربارش صحبت کردیم، گفتیم این تکثر در ایران وجود داره. حالا قرار هست این قدرت های جدا مانده از هم تبدیل به یک جزیره واحد، یک کشور واحد بشن برای قدرت گیری. پس قاعدتا یکی از المان ها هم همین اتحاد است. وجود احزاب است. ایمان هست که در نوک هرم تمام المان‌های انقلابی قرار می‌گیره. و عناوین دیگری که میشه دربارشون صحبت کرد و در قسمت‌های آتی هم سعی می‌کنیم در باب این المان‌ها هم صحبت بکنیم. فکر می‌کنم تا اینجای کار در این قسمت به اندازه کافی در باب این موضوع صحبت کردیم و در قسمت‌های آتی هم سعی می‌کنیم بیشتر و مفصل‌تر در باب موضوعات مختلف پیرامون آینده ایران و راهکارهای رسیدن به آینده‌ای روشن
و آرزویی که برای اون ایران و فراتر از ایران برای جهان داریم صحبت بکنیم. برای دسترسی رایگان به آثار نیما شهسواری، اهم از کتاب، شعر، کتاب صوتی و پادکست به نام جان، می توانید به وبسایت جهان آرمانی و صفحات رسمی در شبکه‌های اجتماعی و بیشتر پلتفرم‌های پادکستگیر مراجعه کنید. با به اشتراک گذاری این آثار و دیگران ما را در این راه همراهی کنید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.